سلام بر شما، به خبر ده از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. نگاه داریم به سرخط مهمترین خبرها. ادامه مسدود ماندن گذرگاه ترخم، بیماران و مسافران از دو طرف میخواهند تا این چالش را به گونه مسالمت آمیز حل کنند. طبیعی است که باید مشکلات را از طریق گفتگو حل کنیم. متقاعد مشترک هم داریم. سوی تفاهمات وجود داره بین دو طرف. ازای مفاهمه، مذاکره و تعامل بر اساس تامین منافع دو جانبه حل باید شود. رد محدودیت ها بر حامد کرزی از سوی امارت اسلامی. ذبیح الله مجاهد میگوید رئیس جمهوری پیشین در حال حاضر موقف سیاسی در کشور ندارد و یک فرد عادی است. چقدر که ما اطلاع داریم آنها چندین سفر را داشتن زمان مختلف، شاید خودشان را نخواسته باشند که جای برند یا موضوعات را شریک کرده باشند. من اطلاعی دقیق ندارم که سفرشان با مشکلات کرده باشند. تلاش ها برای افزایش شمار نیروها در وزارت داخله. این وزارت میگوید 74,000 تن را در بخش های نظامی و ملکی جذب میکند و اولویت به کسانی داده خواهد شد که در 20 سال پسین جهاد کرده باشند. چی در وزارت دفاع، چی در وزارت داخله، چی در استخبارات، در اینجا نیاز دارد که به پرسنل هر روز 1,000 نفر به خارج میروه و دوشه در آبها غرق میشون. فعلا به نمی گپ ضرورت است نسبت به اینکه دستکرت ما دوجا ما مصرف بکنیم. و کمک های نظامی و غیر نظامی امریکا به اوکراین. وزیر خارجه ایالات متحده گفته کشورش همچنان در کنار اوکراین میماند. من شمسمانی تا یک ساعت دیگر میزبان شما هستم. وقت شما بخیر. سخنگوی امارت اسلامی میگوید در نتیجه درگیری دیروز میان نظامیان پاکستانی و نیروهای امارت اسلامی در گذرگاه ترخم یک تن کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد هرچند درباره علت این درگیری چیزی نمیگوید، اما بر حل تنش‌ها از راه گفتگو تاکید میورزد. در همین حال برخی از مسافران و بیمارداران نیز نگران مسدود ماندن گذرگاه ترخم هستند و از دو طرف میخواهند تا این چالش را به گونه مسالمت‌آمیز حل کنند. گذرگاه ترخم پیش از چاشت دیروز گواه درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی بود. بر بنیاد گفته های مقام های محلی ننگرهار، این درگیری هنگامی از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد که نیروهای امارت اسلامی سرگرم بازسازی یک بازگاه نظامی در 400 متری خط فرضی بودند. اکنون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در این درگیری یک تن از نیروهای امارت اسلامی کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. ما به خواهان ازی هستیم که جهت پاکستانی باید در همچه موارد محتاط باشند. اون شلیک کردن به یک طرف طبیعی است که مشکلات را بار میرد، جان مردم را میگیره و در اینجا با مشکلات مواجه میشیم. ما هر دو طبیعی است که باید مشکلات را از طریق گفتگو حل کنیم، چون کمیته های مشترک هم داریم. گذرگاه ترخم برای دومین روز پس از درگیری مسدود است. شمار از مسافران، رانندگان و بیمارداران با نگرانی از مسدود بودن این گذرگاه از دو طرف خواهان حل مسالمت آمیز این تنش هستند. دیدی که ما شما او زنانه او عوام ته تکلیف رسیده دل تلاری دي د ترانزيتي لاري دي چې د جنگ له عمله ولیاړي دي او خلک سخت مشکلات سره اوختي دي. فهم د لاري نه دا موضوع حل کی چاره خبره او جنگ چې کوم دی دا نقصان دی. ګوره لاري ولاړي دي، د فروټو لاري، د سبزی لاري په لکونو روپۍ زیان او تاوان چې کوم دی خلکو له واوختو. از سوی هم آگاهان مسائل نظامی درباره درگیری های مرزی میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی چنین دیدگاه دارند. تکرار و ادامه چنین برخوردهای مسلحانه میتواند بالای روابط دیپلماتیک کشورها اثرات منفی بگذارد. به هیچ وجه به نفع افغانستان و به نفع پاکستان هم نیست. بهترین راه حل ایست که همه سوی تفاهمات که وجود داره بین دو طرف از دای مفاهمه، مذاکره و تعامل بر اساس تامین منافع دو جانبه حل باید شود. در دو سال پسین گذرگاه ترخم هر از گاه گواه درگیری میان مرزبانان پاکستانی و نیروهای امارات اسلامی بوده است. پیش از این وزارت داخله نیز آمار داده بود که در دو سال پسین نزدیک به 50 درگیری مرزی با پاکستان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان رخ داده است.
همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از توقف کالاهای صادراتی و وارداتی بازرگانان در گذرگاه ترخم ابراز نگرانی میکند. بر بنیاد آمارهای این اتاق اگر چالش های مرزی میان افغانستان و پاکستان حل نشوند بازرگانان میلیون ها دلار زیان خواهند دید. با این حال وزارت صنعت و تجارت میگوید تلاش ها برای حل چالش های موجود در بندر ترخم جریان دارند و رهبری این وزارت با سفیر پاکستان در این باره گفتگو کرده. پس از درگیری مرزبانان افغانستان و پاکستان در گذرگاه ترخم، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از حکومت سرپرست می خواهد که برای حل چالش های بازرگانان اقدام سریع انجام دهد. بازدهی طور یک وقتی که وقتی میوه ما هستند، وقتی انگور است، وقتی خربوزه است و بدها قلم میوه تازه ما به پاکستان میرن و دهی امرای ما پاکستانی ها شریک هستند از لحاظ تجارتی. علاوه از او اموال ترانزیتی ما از رای کراچی میان بالای ما دیمرج مین دیتنشن مین دغه مشکل البته چې پیدا شي امنیتی مشکلات دي په کار چې تجارت زموږ په سیاست بدل نشي. کچیر ته دغه مشکل زر تر زر حل نشي نو د افغانستان سکتور خصوصي ته په میلیونونو ډالر نقصان رسیږي. همزمان با این اتاق زراعت و مالداری نیز میگوید که موترهای زیادی از محصولات زراعتی که باید در زمان کم به مقصد برسند در نتیجه وضعیت پیش آمده در بندر ترخم متوقف شدند. این اتاق از حکومت سرپرست میخواهد که برای رسیدن کالاهای صادراتی افغانستان به کشورهای خارجی در زمینه راههای بدیل چون فعالسازی دهلیز هوایی و بندر عباس ایران گام بردارد. درخواستم از دولت امارت اسلامی افغانستان هم است که تا بتوانیم بر از اینها راه های بدیلش که فعلا به طرف از راه مسیر ایران یا بندر عباس که بتوانیم ما همین محصولات زراعتی ما میوه‌جات ما را چون فصلش هست این میال حاصلات ما هستن به دست داریم. با این حال وزارت صنعت و تجارت به بازرگانان اطمینان می‌دهد که برای حل چالش های مرزی و برگشت مبادلات بازرگانی و ترانزیتی میان دو کشور به حالت نرمال تلاش ها جریان دارد. به تاجران کشور اطمینان داده می شود. رهبری وزارت صنعت و تجارت با صحبت با مسئولین وزارت تجارت پاکستان پیگیر این موضوع بوده از منافع برحق تاجران کشور دفاع می نماید. با توجه به درگیری و مسدود شدن گذرگاه ترخم، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از مسدود شدن طی مراحل اسناد جیدی کالاهای حساس ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی از سوی مسئولان پاکستان خبر می دهد و می افزاید که از یک هفته به این سو بیش از 2000 کانتینر کالای ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی متوقف شدند. امارت اسلامی وضع برخی از محدودیت ها بر حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور را رد میکند، اما درباره دیدارهای آقای کرزی می افزاید که این دیدارها باید از آدرس امارت اسلامی انجام شود. سخنگوی امارت اسلامی تاکید می ورزد که رئیس جمهوری پیشین در حال حاضر موقف سیاسی در کشور ندارد و یک فرد عادی است. پیش از این برخی از نزدیکان حامد کرزی گفته بودند که رئیس جمهوری پیشین کشور با محدودیت دید و بازدید و سفر به خارج از کشور روبرو است. یک روز پس از نشر گزارش تولونیوز مبنی بر محدودیت سفر، بالای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور از سوی حکومت سرپرست، اکنون سخنگوی امارت اسلامی وضع محدودیت سفر بالای آقای کرزی را نمیپذیرد. چقدر که ما اطلاع داریم آنها چندین سفر را داشتن زمانهای مختلف، شاید خودشان را نخواسته باشند که جای برند یا موضوعات را شریک کرده باشند. من اطلاعی دقیق ندارم که سفرشان با مشکلات مواجه. سخنگوی امارت اسلامی همچنان رئیس جمهور پیشین کشور را یک فرد عادی کشور می داند و می گوید که هرچند در دیدارهایش محدودیت نیست، اما امارت اسلامی می خواهد تا دیدارها تنها از آدرس امارت اسلامی صورت بگیرد. بعضی مسائل سیاسی و موارد سیاسی که حاکمیت مناسب نمی بینه یا می خواهد از یک آدرس صحبت کرده شود، بعضی ملاحظات خواهد بود، ولی محدودیت کلی وجود ندارد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور را یک فرد پرنفوذ در کشور می دانند و بر نبود محدودیت ها بالای دید و بازدید او از سوی حکومت سرپرست تاکید می کنند. این محدودیت ها لازم نبود، مصلحت نیست و برخلاف روحیه اعتمادسازی است که در افغانستان ضرورت است. پیش از این نزدیکان حامد کرزی به تولونیوز تایید کرده بودند که 3 دعوت رسمی از سوی کشورها به آقای کرزی فرستاده شد، اما تا اکنون به او اجازه سفر از سوی حکومت سرپرست به این کشورها داده نشده است.
هیئت سازمان همکاری کشورهای اسلامی میگوید آموزش برای زن و مرد مسلمان فرض است. این هیئت همچنان از همکاری هایشان در زمینه پیشرفت تعلیم و تحصیل در افغانستان تاکید کرده است. سوی هم ذبیح الله مجاهد میگوید مقام های امارت اسلامی به هیئت سازمان همکاری اسلامی اطمینان داده که ممنوعیت آموزش دختران دائمی نخواهد بود. هیئت سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ادامه دیدارهایشان با سرپرست وزیران خارجه، تحصیلات عالی و معارف امارت اسلامی روی موضوعات گوناگون از جمله آموزش زنان در افغانستان گفتگو کردند. سازمان همکاری کشورهای اسلامی در صفحه کاربری اکس خود نگاشته است که تحصیل با اجماع علمای امت برای زن و مرد فرض است و این سازمان آماده هر گونه همکاری در زمینه آموزش با امارت اسلامی است. خود ما مثلا علمای کرام داریم، استادای پنتون هستک که یک مکانیزم خاص یعنی جور شوه تا از این بنبست برایم. در همین حال سخنگوی امارت اسلامی میگوید در دیدار مقامهای امارت اسلامی با این هیئت برایشان اطمینان داده شده است که ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان دائمی نیست و برای بازگشایی دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها کار جریان دارد. آنها فکر کرده بودند که یعنی پروسه تعلیمی شاید مسدود شده باشه یا ممنوع، ولی اونطور نبوده و مسئولین در بخش‌های مختلف برشان وضاحت‌هایی دادند که این به تعجیل افتاده یا به تعلیق درآمده که پس آغاز میشه و ما سر پروسه و مکانیزم کار میکنیم. از سوی هم معین سیاسی وزارت خارجه با رئیس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و روی ادامه کمک‌ها در بخش‌های صحت، آموزش و آب صحی در کشور گفتگو کردند. نموول زیاته کردوی به تر 2040 کال پورې 40 میلیونه خلکو ته په افغانستان کې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو ترڅنګ د پولیو پروګرام لاري د روان کال تر پای 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین، 15 میلیونه ماشومانو ته د شوونیز توکي او 1 میلیون ماشومانو ته د چلو پاکي وبو ورسوي. عباس استانگزی در این دیدار تاکید کرده است که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا جامعه جهانی و کشورهای همسایه دور هم جمع شوند و به حمایت از افغانها تلاش کنند. وزارت داخله میگوید به فرمان رهبر امارت اسلامی 74 هزار تن را در بخش‌های نظامی و ملکی جذب این وزارت خواهند کرد. سخنگوی این وزارت به طلوع نیوز با تایید این خبر می‌افزاید که اولویت به کسانی داده خواهد شد که در 20 سال پس این جهاد کرده باشند. از سوی هم برخی از آگاهان نظامی میگویند در کنار جذب این افراد باید به آموزش‌های مسلکی و تجهیزات آنان نیز توجه شود. وزارت داخله به طلوع نیوز تایید می کند که به فرمان رهبر امارت اسلامی 74 هزار تن را در بخش های نظامی و ملکی پس از اتمام بررسی کمیسیون تصفیه جذب این وزارت خواهند کرد. سخنگوی این وزارت می افزاید اولویت به کسانی داده خواهد شد که در 20 سال پسین با امارت اسلامی کار کرده باشند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد می گوید که نظر به نیازمندی های امنیتی در بخش های مختلف افراد را جذب نهادهای امنیتی می سازند. نظر به نیاز است که چقدر افغانستان نیاز داره و چقدر شهرها و اولسپالی های ما نیاز به نیرو داره که اونجا باشن و امنیت مردم بیشتر ساخته شده و مستدام امنیت برقرار باشه. از سوی هم برخی از آگاهان نظامی به این باور هستند که در کنار جذب این افراد باید به بخش های مسلکی سازی و تجهیزات این نیروها نیز توجه شود. در بخش نظامی هم چی در وزارت دفاع، چی در وزارت داخله، چی در استخبارات در اینجا نیاز داره به که به پرسنل چیز نیاز داره، وفادار نیاز داره، به پرسنل مسلکی نیاز داره، به پرسنل گونا و هوشیار باشن نیاز دارن و در پلیس به مو وسایل و وسایل هم فعلا به خاطر فرار مغزها و فرار جوانان عزیز من که هر روز هزار نفر هزار نفر به خارج مروه و دوشه در آبها غرق می شوند. فعلا به نمی گفت ضرورت است نسبت به که دستکرات ما دوشه ما مصرف بکنیم. هنوز مشخص نشده است که چه تعداد این افراد در بخش نظامی و چه تعداد در بخش ملکی وزارت داخله جذب خواهند شد و از جذب نظامیان حکومت پیشین در این وزارت نیز خبری نیست. دوباره خوش آمدید. شماری از معتادانی که از بهر آموزش حرفه و ترک اعتیاد به مرکز 5000 بستر انتقال داده شده اند، 530 تنی از آنان پس از فراگیری آموزش های 4 ماهه از 5 بخش در این مرکز
رخصت شدند. رئیس تنظیم مراکز فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی میگوید برای افرادی که از این مرکز مرخص شده اند وسایل کاری برزش 6 میلیون افغانی نیز در نظر گرفته شده. در همین حال معین دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله آمار می‌دهد که از آغاز روند گردآوری تا اکنون نزدیک به 100 هزار معتاد در سراسر کشور درمان شده اند. عبدالخالق 40 ساله که 10 ماه پیش از بحر ترک اعتیاد به مرکز درمانی آورده شده بود، پس از سپری کردن 4 ماه در مراکز ترک اعتیاد درمان شده است. او میگوید که 3 سال پیش از بحر بیکاری به اعتیاد رو آورده بود، اما از اینکه اکنون درمان شده است خوشنود است. فامیل از رنگ ما بیزار نبود، اگرچه بودیم ما رو در اینجا که آمدیم تداوی کردیم، دیدیم بسیار قدر فامیل برای ما چقدر ارزش دارد، چقدر که معلوم شده که برای خود ما. حال فارغ شدیم از دولت، خیلی خوش هستیم. بیدو وضعیت ما خراب، زیر پل جواب بده کوچا و تمام روز کوچا بگرد. حالی هم که از اینجا بریم بیرون به دولت نمی چیزی ما نیازی که اما وسایلی را که به ما دادن، یک موادی را که به ما کمک کنه که ما اوجا بسازیم و بدوزیم و به مردم بتیم. از سوی هم شماری از افرادی که از بحر ترک اعتیاد مواد مخدر و آموزش حرفه به مرکز درمانی 5000 بستر آورده شدند، پس از آموزش های فنی و حرفوی از این مرکز مرخص شدند. رئیس تنظیم مراکز فنی و حرفوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در 4 ماه پسین برای 530 تن در 5 بخش آموزش های فنی و حرفوی داده شده است. ما برای از 4 ماه زحمت و تکلیف کشیدیم، دیگر ارگانهای امارت به یا زحمت و تکلیف کشیدند، ما به یا ابزار کار میتیم باید یا شامل بازار کار شوند. در همین حال معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی از کشورهای جهان میخواهد تا با امارت اسلامی تعامل کرده و با آنان در بخشهای گوناگون همکاری نماید. دوی نموده گفتنه ده دی خارجی مواسطونه دی خریان هدون چی دی مظلوم ملت پا حال بندی رحم وکی دی مظلوم ملت پا پخوه دروی دی سوال دی اختیجهی نی بچ کی. همزمان با این معین دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می افزاید که تا اکنون نزدیک به 100 هزار معتاد در سراسر کشور درمان شدند. تقریبا ما ویل یو لکه سانداسی دی چې هغه سیاحتیابه سوی دی، هغه دوه قسمه دی، یو هغه دی چې مکمل سیاحتیابه دی خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی دی، هغه د 2000 څخه 3000 پورې په دغسې تعداد کې دی. پیش از این معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفته بود که 5 میلیون تن در سراسر کشور معتاد هستند که از این میان 1 میلیون آن را زنان و کودکان تشکیل می دهد. دوباره خوش آمدید. قرار است در آینده نزدیک هیئت از اتاق تجارت و سرمایه گذاری با شماری از بازرگانان به ژاپن سفر کند. از سوی هم معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری می افزاید که در دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره گسترش روابط اقتصادی و افزایش داد و ستد میان دو کشور گفتگو کرده. در همین حال شماری از بازرگانان می گویند که باید چالش های بازرگانی با ژاپن حل گردد تا میزان تجارت دو کشور افزایش یابد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره توسعه تجارت میان دو کشور گفتگو کردند. معاون اول این اتاق می افزاید که قرار است در آینده نزدیک هیئت از اتاق تجارت و سرمایه گذاری و شمار از بازرگانان به ژاپن رفته و درباره افزایش داد و ستد میان کابل و توکیو گفتگو کنند. چرا که می تانیم که ارتباطات تجارتی ما، دیدوادیدهای ما با تجارای ژاپنی ازدیاد یابه و ما روزانه از ژاپن تقریبا دو حدودی 100 الی 150 کانتینر واردات جنس مختلف نو داریم که و ایگی موترها زیاد میایه و پرزاجات میایه، همه چیز زیاد دو حدود 150 کانتینر ما روزانه واردات داریم. در قندار با تاجرا و با اتاق تجارت قندار ملاقات کرده بودند و در اوجا بعضی تعهدات سپرده بودند که ما کمک میکنیم سکتور خصوصی را و همچنان وصیت تجارت و کاروبار ژاپن و افغانستان وسط میتیم.
در همین حال شمار از بازرگانان میگویند که به منظور افزایش تجارت با ژاپن نیاز است تا مشکلات در بخش ویزا و چالش‌های بانکی برطرف شود و برای بازرگانان تعرفه‌های حمایوی نیز داده شود. مشکلات ویزا است که باید سهولت بر تاجران ایجاد شود تا بتوانن اونجا قراردادهای را با جانب کشورهای کمپانی‌های ژاپنی امضا بکنن ما تا بتوانیم که اقلام صادراتی خود اونجا صادر بکنیم. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل اقتصادی تاکید میکنند که ژاپن از شرکای خوب تجارتی و اقتصادی افغانستان به شمار میرود و سرمایه گذاران این کشور در افغانستان در رشد اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود. ما را ژاپنی ها در بخش زراعت و مدیریت آب ها سرمایه گذاری بکنن و همکاری بکنن، اما میتونیم زمین کار و اشتغال به مردم مهیا بسازیم. در پهلوی از ما را در تولید انرژی و در تولید غلجات میتونه بسیار کمک بکنه. آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان می‌دهد که سالانه بیش از 100 میلیون دلار داد و ستد با ژاپن انجام می‌شود که بیشترین واردات از ژاپن وسایل الکترونیکی است. هیئتی از بازرگانان آمریکایی و افغانی که به هدف دیدار و بررسی وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان به کابل آمده بود، با مسئولان وزارت اقتصاد، تجارت و ترانسپورت و هوانوردی دیدارهای جداگانه کرده. رئیس اتاق بازرگانی افغان آمریکا میگوید آنان تلاش دارند تا توجه سرمایه گذاران آمریکایی را در بخش‌های گوناگون در افغانستان جلب کنند. با این حال، مسئولان امارات اسلامی تأکید می‌ورزند که زمینه هر گونه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم کرده‌اند. در ادامه دیدارهای هیئت از بازرگانان آمریکایی و افغانی با مسئولان امارات اسلامی، مسئولان وزارت‌های اقتصاد، تجارت و ترانسپورت نیز با رئیس اتاق بازرگانی افغان آمریکا و اعضای شورای بازرگانان افغان در دبی دیدار کردند. در این دیدار اعضای این هیئت هدف از سفر بازرگانان آمریکایی و افغان را بررسی وضعیت جاری اقتصادی و تجارتی در افغانستان عنوان می‌کنند و می‌گویند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در افغانستان را با مقامات آمریکایی و سکتور خصوصی این کشور در میان خواهند گذاشت. پس از 20 سال پشتیبانی آمریکا و اهدا کنندگان کمک به افغانستان، انتظار می رود که سکتور خصوصی با حکومت امارات اسلامی در افغانستان دست به دست هم داده و زمینه رشد اقتصادی مؤثر افغانستان را فراهم سازند. از میجا یک دستاورد را با خود ببره که تا حکومت و تاجر آمریکایی را قناعت بده که افغانستان که شما چه رقم میشنوین هم رقم نیست. افغانستان هم ما دیدیم، وزیر صاحبار هم دیدیم، حکومت هم دیدیم، تاجرش هم دیدیم، اینی مشکل داره، اینی نداره، اینی میره توضیح کنیم. در همین حال سرپرست وزارت اقتصاد میگوید که همکنون در افغانستان جنگ پایان یافته و فرصت‌های سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی داخلی و خارجی در بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور فراهم شده است. توافق که در توافقنامه دست خط شد، جنگ ما با پایان رسید. بعد از این صفحه جدیدی آمد. شما کوشش کنید که بعد از این وسایلی بیاری به افغانستان برای بازسازی، ما مشکلی نداریم، ما استقبال میکنیم. اگر سکتور خصوصی داخلی افغانستان و سکتور خصوصی بین المللی علاقمند باشد در این مورد ما را همکاری کنه، ما ایر خیر مقدم میگیم و با تمام دل جان ازشان حمایت خواهد کردیم و با تمام اصول انشاءالله که کوشش میکنیم که زمینه را مساعد بسازیم برای رشد اقتصاد کشور. این در حالی است که با روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی در افغانستان در 2 سال گذشته، این نخستین هیئتی از بازرگانان آمریکایی است که با جمعی از بازرگانان افغان به کابل می آیند و فرصت های سرمایه گذاری در کشور را با مقامات بلندپایه حکومت سرپرست و نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان بررسی می کنند. شورای امنیت ملی آمریکا میگوید آمریکا شمار اندک جنگ افزارها و ساز و برگهای نظامی را هنگام خروج در افغانستان رها کرده. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی در یک نشست خبری افزوده آمریکا به نیروهای امنیتی افغان ساز و برگهای نظامی داده و این نیروها آن را رها کردند. این در حال است که پیش از این نخست وزیر موقت پاکستان گفته بود جنگ افزارهای جامانده آمریکا در افغانستان در برابر پاکستان، چین، ایران و کشورهای دیگر منطقه به کار می روند. مسئولان امنیتی کندهار از به آتش کشیدن 29,000 کیلوگرم مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهند. به گفته مسئولان این مواد در جریان 2 سال پسین از سوی نیروهای امارات اسلامی در مرکز و بلوسوالی‌های این ولایت کشف و ضبط شده بودند که در پیمان به آن صدها تن نیز بازداشت شده اند.
اینجا در ولسوالی دامان ولایت کندهار 29000 کیلوگرم مواد مخدر که در دو سال پسین از سوی نیروهای امارت اسلامی در مرکز و ولسوالی های این ولایت گردآوری شدند آتش زده شد. مسئولان امنیتی کندهار میگویند که در این مواد چرس، هیروئین، شیشه، مورفین، تابلتکا، شراب، تریاک و انواع گوناگون مواد مخدر شاملند و در پیوند با آن 439 تن نیز بازداشت شدند. 9350 کیلوگرم کش شد افغانستان اسلامی امارت د امیر المؤمنین د حکم په اساس نو دغه شان شي توکي وسوزل سوال. مسئولان امنیتی کندهار همچنان می افزایند که بر بنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی پیکار با مواد مخدر و درمان افراد معتاد از اولویت های مهم کاریشان است. امارت اسلامی د دې هڅه ده چې د ولس لپاره خدمت وکړي او داسې د دې مواد مخدره سره ډیر مسلمانان وساتل سي د دې پر برابر هغه څونه سل په سل کې موږ دې وجته دغه یو امدایو او دې او دې مخنیوي وکړو نو دې لپاره الحمدلله موږ د روغتیا په برخه کې ډیر پلانونه لرو ډیر ستراتیژیک پلانونه لرو چې د دې په حق له باندې د دې د آینده لپاره د دې د درملنې سره سره یو پلان موږ دې لپاره مشخص کړو. فرماندهی امنیه کندهار در حال از حریق شدن مواد مخدر خبر می‌دهد که بر بنیاد معلومات ریاست صحت عامه هم‌اکنون 120000 تن معتاد در این ولایت وجود دارد. شماری از معترضان به ویژه تکسیرانان در شهر مزار شریف از بلند بودن بهای مواد نفتی انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند اگر بهای دلار در مقابل افغانی افزایش یا پیدا کند، بهای مواد نفتی نیز افزایش پیدا می‌کند. اما در کاهش بهای دلار در برابر افغانی در بهای مواد نفتی هیچ گونه تغییری نمی‌آید. اما مسئولان در اتحادیه واردکنندگان تیل در حوزه شمال بلند بودن بهای مواد نفتی را کاهش واردات و بلند رفتن بهای آن در بازارهای جهانی عنوان می‌کنند. در روزهای پسین بهای دلار آمریکایی در مقابل ارز افغانی کاهش یافته است، اما شماری از معترضان به ویژه رانندگان تاکسی در شهر مزار شریف از بلند بودن بهای مواد نفتی در این شهر انتقاد میکنند. به گفته آنان در حال حاضر یک لیتر تیل پترول در تانک‌های شهر مزار شریف به 72 افغانی به فروش میرسد، در حالی که بهای دلار نسبت به یک ماه پیش کاهش یافته است. قیمت دلار که 90 روپم بود برادر محترم، تیل هم 72 روپا بود. حالا که دلار پایین هم اومده تیل هم 72 روپا. یعنی قیمت دلار با تیل تناسب مستقیم نداره. وقتی که دلار بالا میره تیل 10 افغانی 5 افغانی بالا میره، وقتی که پایین میاد تا تیل و گاز 1 افغانی 2 افغانی هم پایین نمیاد. تیل قیمت اصلی دلت نمیشه در کار برای هر سواری را که گپ میدنی، اگه مقدار کرایش 1.5 ساعت باشه میگه 70 یا 50 نسبی از اون، اگه نبری چی رقم میشه، اگه بو بری دلت بیخی از کار سر داد. رئیس اتحادیه واردکنندگان تیل در حوزه شمال کاهش واردات تیل به کشور و بلند رفتن بهای آن در بازارهای جهانی را از علتهای بلند بودن بهای تیل در کشور می داند. اما مسئولان در ریاست مواد نفتی حیرتان از کنترل بها و کیفیت مواد نفتی در حوزه شمال اطمینان می دهند. سه ماه پیش صادرات و واردات بسیار زیاد بود، نرخ هم خوب بود، نرخ ها تقریبا 300 دلار پیلن در خود روسیه بالا رفته. خب پترول دیزل تقریبا 150 دلار بالا رفته. ما در هر ولایت نمایندگی های ما با ارتباط کنترل کیفیت مواد نفتی و قیم مواد نفتی با اتحادیه تانکدارا در همه روزه در ارتباط هستن و هر تغییری که در نرخ جهانی بیه و اینا با تفاهم هم قیمت نرخ داخلی را هم تعیین میکنن. به گفته برخی از کارمندان تانک های تیل در بلخ، در حال حاضر یک لیتر تیل پترول 72 افغانی، یک لیتر دیزل 64 افغانی و یک لیتر گاز 29 افغانی به فروش می رسد. رئیس زراعت و آبیاری پروان می گوید امسال فرآورده های انگور در این ولایت نسبت به 10 سال گذشته 10% افزایش یافته. به گفته او آب و هوای مناسب، ترویج باغداری اصلی و ایجاد باغ ها در بخش این ولایت سبب افزایش فرآورده های انگور شده. از سوی هم باغداران در پروان هرچند از افزایش فرآورده های انگور خرسند هستند، اما می گویند نبود سردخانه های معیاری و بازار فروش برای محصولاتشان آنان را نگران و با چالش های روبرو کرده. باغداران در ولایت پروان با آنکه امسال نسبت به سال گذشته از افزایش فرآورده هایشان خرسند هستند، اما میگویند که نبود سردخانه برای نگهداری محصولات باغداری و بازار فروش از چالش های عمده فراراهشانند که تاکنون از سوی مسئولان توجهی به آن نشده است.
امسال انگورا خوب است، نسبتاً به هر سال بیشتر خوب انگور است و بازارش بسیار ضعیف است. اقشنه که ما مستفید بیام دیلا بسرا که چیز کنم، اگر مارکت داشته باشیم، اگر اشتور داشته باشیم، اگر خریدار باشه، اگر تجارت باشه، اگر رای ما باز باشه، باید انگور ما با خارج صادر شود. تعداد محدودی از باغدارای کشمش خانا دارند، بیشتر باغدارا ضرورت دارند. اوایی که سابق با شکل سنتی خودشان داشتن، او هم در جنگایی که در افغانستان صورت گرفت در سالهای اخیر یا کلش تخریب شده. با این حال رئیس زراعت آبیاری و مالداری پروان از افزایش 10% فراورده های انگور در این ولایت خبر می‌دهد و میگوید که نگرانی های کشاورزان را از بهر ساخت سردخانه و کشمشخانه های معیاری با رهبری وزارت زراعت در میان گذاشتند. زکه چه پروزگانی کل که تاست معلوم و چه به موسم آقا طبعی افات رامنست شل لکه به موسم برانون و شل آقای سر از مونگا دیقانان رو ندیر توانی شل نسکالی الحمدلله چه ده 15% نونی سا ده 10% پوری افزایش راغله ده. بر بنیاد آمارهای مسئولان ریاست زراعت و آبیاری پروان 400 کشمشخانه در زمان حکومت پیشین برای باغداران در این ولایت ساخته شده بود، اما بیشتر باغداران هنوز هم به گونه سنتی انگور را به کشمش تبدیل می کنند. ولسوالی غرماج بادغیس هیچ مکتب دخترانه ندارد. شمار از باشندگان این ولسوالی می گویند به علت نبود مکتب دخترانه کودکان آنان از آموزش محروم مانده اند و با سرنوشت نامعلومی روبرو هستند. از سوی هم مسئولان ریاست معارف بادغیس نیز نبود مکتب دخترانه در غرماج را تایید میکند، اما از تلاش ها برای ایجاد مکتب های دخترانه در این ولسوالی اطمینان میدهند. غرماج ولسوالی دور افتاده بادغیس است که باشندگان آن با چالش های گوناگون روبرو هستند. نبود مکتب دخترانه از بنیادی ترین چالشی است که باشندگان این ولسوالی از آن شکایت دارند. شماری از باشندگان این ولسوالی می گویند که به علت نبود مکتب دخترانه کودکانشان از آموزش محروم مانده و با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. دنجون مکتب حالتا پا غرمش که در شل کل حکومت که دنجون مکتب نو نه جور سوی تر واسه پوری نه داد شی تر واسه افتتاح سوی لنده نمیوم نش هسته چې څوک وړاندې کې چې دغه 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 ورځ دغه د جنو مکتب پلاني سیمه کې موږ فعاله موږ غوښتنه ده چې لا نور هم توجه ورته وسی او صحت بخش او دفترونه دلته کار وکړي، خصوصا معرف ته د جنو تبغې ته چې د اقل تر شپږم سیم په چپ نور ولایتو نور ولسوالۍ کې وجود لري په غرماش کې هم پیدا سي. د دې په خاطر باندې چې د نارینه طبقه او هم زنانه طبقه ټوله تعلیم یافته چې د ټول افغانستان باید په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې باید زنانه او نارینه مکتبون جور سین. آگاهان نیز محروم بودن دختران از آموزش را برای آینده کشور زیان بار می دانند. نبود مکاتب دخترانه در نقاط دوردست روی روند گسترش دانش، انکشاف جامعه، تأمین نیروی متخصص انسانی مورد نیاز کشور تأثیرات منفی بر جای گذاشته. رئیس معارف بادغیس نیز نبود مکتب دخترانه در ولسوالی غرماج این ولایت را تایید می کند، اما می گوید که پیشنهاد ایجاد مکتب ها در سراسر این ولایت به ویژه ولسوالی غرماج را به رهبری وزارت معارف فرستادند. تیر کال هم موږ پیشنهادونه د مکاتب و پیشنهادونه وکړله، نو څه مکاتب منظور سو دوه درې په ولایت کې منظور سوله او د غرماج ولسوالی او خلکو او عمومي خلکو هم پیشنهادونه کړی دي، خو متاسفانه شش کال څه مکاتب د وزارت د خواست په ټول افغانستان کې منظوریانې رانلې نو وځنډېدلې. بر بنیاد معلومات ریاست معارف بادغیس هم اکنون 173209 دانش آموز که بیش از 38000 آن دختران هستند در 508 مکتب در این ولایت مشغول فراگیری آموزش هستند. ایالات متحده آمریکا از دور جدید کمک های نظامی و غیر نظامی به اوکراین به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار خبر داده. این کمک های جدید شامل سپره های دفاع موشکی، مهمات توپخانه‌ای، موشک های هیمارس، مهمات تانک و تجهیزات ماین پاکی می شود. این در حالی است که از آغاز نبرد اوکراین تا اکنون ایالات متحده بیش از 43 میلیارد دلار کمک های نظامی و مالی به اوکراین ارائه کرده. اینجا رسیدیم به پایان خبر دست. همراهیتان سپاسگزارم. شب بخیر.